سوال امتحان نهایی پارسال 11 جمله یک دنباله حسابی رو به ما داده 47 و جمله 17 هم به ما داده 77. جمله اول این دنباله رو از ما خواسته. می نویسم آ 17 مساوی با 77 و آ 11 یعنی جمله 11 هم مساوی با 47. می دونین جمله عمومی یک دنباله حسابی از این رابطه به دست میاد. آ ان مساوی با آیه که به علاوه ان منهای یک در دی. خب حالا سوال گفته آ 17، پس به جای ان میذاریم 17. آیه که به علاوه 17 منهای یک یعنی 16 دی مساوی با 77 و آ 11 یعنی آیه که به علاوه 11 منهای یک یعنی 10 دی مساوی با 47. دستگاه دو معادل دو مجهول به هر روشی که بلدیم حل کنیم. ولی خب برادی این دوتا رو از هم کم کنیم، آیک از بین میره، 16 دی منهای 10 دی میشه 6 دی، 77 منهای 47 میشه 30 و از اینجا دی به دست میاد، 30 تقسیم بر 6 5. بیا حالا تو این رابطه به جای دی قرار بده 5. آیک یعنی جمله اول رو میگیری، آیک به علاوه 10 ضرب در 5 میشه 50 مساوی با 47 و از اینجا آیک به دست میاد 47 منهای 50 یعنی منفی 3. سوال بعد گفته در یک دنباله حسابی 2 5 8 11 جمله چندم آن 95، یعنی بیا جمله عمومی رو بنویس مساوی با 45 قرار بده. جمله عمومی بود چی؟ آن مساوی با آیک به علاوه ان منهای 1 در دی. جمله اول من 2 به علاوه ان منهای 1، ان رو ندارم، دی رو دارم 3، یعنی نکن 2 شده 5، 5 شده 8، یعنی داره به علاوه 3 میشه، به علاوه 3. خب 3 رو در پرانتز ضرب کنیم میشه 3 ان منهای 3. 3 ان خودش رو بنویس. حالا 2 رو با منفی 3 اگر جمع کنیم میشه منفی 1. گفته جمله چندم آن 95، جمله عمومی یعنی سه ان منهای یک و مساوی با 95 قرار بده. سه ان مساوی با 96 میشه و از اینجا ان به دست میاد 32، یعنی جمله 32 این دنباله مساوی میشه با 95. به چی راست خواسته؟ مجموع 40 جمله اول این دنباله، چون دنباله ما حسابیه پس میگم اس 40 مجموع از این رابطه به دست میاد. جمله اولی به علاوه جمله آخری ضرب داره نصف تعداد، این بهت مجموع دنباله حسابی رو میده. جمله اول رو داریم 2، جمله آخر یعنی جمله چندم 40، جمله آخر من یعنی جمله 40، آ 40 رو ندارم، ضرب داره نصف تعداد، 40 نصفش میشه چند تا؟ 20. جمله چهلم یعنی آیه که به علاوه 39 دی، آیه که دارم 2 به علاوه 39 در دی، 3 تا 3 تا داره میره، دی رو میذارم 3، 3 تا 39 تا، 3 تا 17 تا با 2 تا میشه 119 تا. بیا به جای جمله آخر قرار بده 119، تو پرانتز میشه 121 ضرب داره 20 میشه 2420. مجموع 40 جمله اول تو میشه 2420.